قطعا خیلیاتون ابزار بلند رو میشناسید. ما هم یه چند باری تو آموزشامون ازش استفاده کردیم. با این ابزار میشه کارهای به شدت جذاب و دوست داشتنی رو در نرم افزار ایلاستریتور طراحی کرد. توی این آموزش قراره که چند تا نکته و تکنیک در مورد ابزار یاد بگیرید. یه نکته اصلی داریم و چند تا نکته فرعی. دوستان سلام، علی درویشی هستم و اینجا هرمان گرافیکه. بریم برای نکات این کلمه رو انتخاب کنم، بک اسپیس پاکش میکنم، کاری باش نداریم. یه مربع کوچیک رسم میکنم اینجا، شیفت یه مربع، یه کپی ازش میگیرم، آلت و نگه میدارم، کلیک و درگ، یه کپی این اینجا باشه، یکی یه ذره بدیم برتر، به بالایی یه همچین رنگی رو میدم و به این پایینی هم رنگ بنفش. اینو مهم نیست، میخوام حین آموزشون تغییرات رو ببینید، برای همین رنگا رو متفاوت دادم. برای اینکه بخوام بلند رو اعمال بکنم، جفتش انتخاب میکنم، به دو روش میتونم بلند رو ایجاد بکنم. آبجکت بلند و میک رو میزنم تا اعمال بشه. روش دوم انتخابشون میکنم، جفتشون رو میام رو ابزار بلند یه بار کلیک میکنم، برمیگردم یه بار روی این مربع کلیک میکنم، یه بار دیگه هم روی این مربع، بلند اعمال میشه، تعداد خیلی بالاست. چطور میتونم اینو تنظیمش بکنم؟ دو بار رو بلند کلیک میکنم تا این پنل فعال بشه، تیک پریویو رو میزنم، اسپیسینگ روی اسپسیفاید استپس باشه، تعداد 112 تا خیلی بالاست، 5 تا. ببینم چجوری شده. خب اینم خیلی کمه، بیشترش میکنم با اروکی هایی که روی کیبورد دارم، کلیت جهت نما 6 7 8 رو اندش کنم 10 تا. اوکی، ببینید اومد از این مربع رسید به این مربع، رنگ مرحله مرحله تغییر کرد. چیزی که میخوام بگم ربطی به رنگ نداره. نکته کجاست؟ نکته اصلی این آموزش، فاصله این شکل‌ها رو ببینید، همش یه اندازه است. من میخوام این بالا فاصله ها بیشتر باشه، رفته رفته این فاصله کم بشه. چطور میتونم این کار رو انجام بدم؟ انتخابش میکنم، ابزار انکر پوینت رو میدم برای شما، احتمالا رو حالت پنه، روش راست کلیک کنید بیاید و این آخری انکر پوینت رو انتخاب بکنید. دو تا انکر پوینت، یه دونه این پایین یه دونه این بالا داریم، کافیه کلیک کنم روی این انکر پوینت و درگ بکنم، دو تا هندل بهم میده. این هندل ها دقیقاً کاری که میخوایم انجام بده، کلیک و درگ. پس چی شد؟ هندل ها هم میده، میتونم کلیک و درگ بکنم و ببینید که این فاصله، این قسمت های بالای بیشتر رفته رفته کم شده. میتونم این هندل رو جابجا بکنم به هر طرفی که میخوام ببرم و ببینید محدودیت نداریم. مورد بعدی این که من میخوام این شکل رو جابجا کنم، بیارمش بالاتر، بیارمش اینور. چطور میتونم این کار انجام بدم؟ با این ابزار نمیشه این کار کرد. بینیم سراغ آفرین دایرکت سلکشن تول، کافیه این انکر پوینت کلیک کنم و بیارمش اینجا. و یه چیز جالب، بذاریمش بالاتر، اون هندلی که به این داده بودیم همچنان اینجا هست. پس من میتونم با این ابزار همین رو تغییر بدم و روش کنترل داشته باشم با این ابزار دایرکت سلکشن تول، ولی نمیشه با این هندل داد. برگردیم به نکته دیگه هم بهتون بگم، یه هندلی هم به این قسمت میدیم، به یکی میدیم، یه تغییراتی میدیم. اینو میارمش بالاتر، این قسمت رو میارم پایین، این شکلی، مثلا یه همچین شکلی. اومدیم و خوشمون نیومد، چطور میتونم برگردم به حالت اول؟ نیایید و این هندل ها رو بگیرید، سعی کنید مساحت اولش کنید. میام روی این انکر پوینت، روی این ابزارم تک کلیک، روی یکی هم تک کلیک، برمیگرده این حالت اولش میشه، فاصله ها همگی یکسانه. پس به این طریق من میتونم اون رو مثل حالت اولش بکنم. اگه از این آموزش نکته جدیدی یاد گرفتی، برای حمایت از ما حتما آموزش رو لایک کن، نظرتو برامون کامنت کن، بفرست برای دوستانی که این آموزش رو در واقع این نکات رو بلد نیستن. امیدوارم که از تماشای این آموزش لذت برده باشید. تا آموزش بعدی و تکنیک‌های بعدی، بدرود.